در بکشاییم به روی بهاری که از راه می رسد، به روی نوروز خجسته ایرانی. در بکشاییم به روی شادی برای ایران و مردمان ایران. در بکشاییم به روی پاک دلانی که در راه آبادی ایران و برای آینده‌ای بهتر برای ایران و ایرانیان تلاش می کنند. در این ساعات چند روز مانده به فرا رسیدن نوروز خجسته ایرانی نگاهی می اندازیم به سالی که گذشت، سالی که آخرین روزهایش را می گذراند. مرور می کنیم آنچه که بر سفره مردم ایران گذشت. مهمترین موضوعات و رویدادهای اقتصادی در ایران و مربوط به ایران موضوع گفتگوی نیم ساعت نخست این برنامه با دکتر رضا تقی‌زاده خواهد بود در انگلستان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن برفی، با برف سنگینی که دیشب باریده و همچنان میبارد با شما عزیزان خواهم بود در آستانه بهاری که از راه میرسد در ایران زمین. تا لحظاتی دیگر. آقای طقی‌زاده عزیز سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما و سلام به مردم خوب ایران. آقای طقی‌زاده اگر بخوایم نگاه کنیم به سفره مردم، به وضعیت اقتصادی ایران در سالی که آخرین روزهاشو میگذرونیم، نکات مهم این روند اقتصادی در سال 1392 خورشیدی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ علی‌رغم وعده رهبر جمهوری اسلامی برای شکل گرفتن به قول ایشان حماسه اقتصادی و همینطور وعده های دولت آقای روحانی برای ایجاد گشایش اقتصادی و افزایش سطح زندگی مردم و بهبود وضعیت معیشتی، بنا به اعتراف دولت در طول 6-7 ماه گذشته روند کوچک شدن اقتصاد ایران که در سال گذشته شکل حاد پیدا کرده بود ادامه پیدا کرده. به این علت ما در هفته های منتهی به سالی که حالا رو به پایان اون هستیم شاهد افزایش قیمت ها، شاهد ادامه تورم، شاهد کمبودی کالا در بازار بودیم و اقتصاد ایران بنابر اون چی که دولت اعتراف کرده در سال جاری نزدیک به 6% کوچکتر از سال پیش شده. بله، خب این اقتصادی که کوچکتر شده به چه معنی هست؟ یعنی مردم عملا فقیرتر شدن، قدرت خریدشون کمتر شده، ابعادش در زندگی روزمره مردم ایران چی هست اقتصاد کوچک؟ همه کشورها برای افزایش سطح زندگی سالانه معیارهایی رو دارن که با در نظر گرفتن این معیارها میسنجن چقدر بضاعت و قدرت اقتصادی اونها و در نتیجه سطح رفاه عمومی در سال مورد محاسبه افزایش پیدا کرده. اقتصادهایی هستند که به طور متوسط 2%، 2.5% رشد میکنن و اقتصادهایی هستند نظیر اقتصاد چین که در طول 10 سال گذشته متوسط 6-8% رشد رو نشون داده. کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارن مثل ایران یا کشورهای نفتخیز منطقه، فارغ از افزایش تولید ملی ناشی از افزایش تجارت، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، یک بادآورده هایی دارن که ثروت های زیرزمینی اونهاست. اونها بایستی انتظار خدمات رفاهی بیشتر رو در سال بعد نسبت به سال گذشته داشته باشن.
کلن رشد اقتصادی یعنی بهبود وضعیت زندگی مردم به نسبت رشدی که اقتصاد نشون میده و این انتظار نزد کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند مثل ایران بایستی بیشتر از کشورهای متعارفی باشه. آقای تقریزاد، اشاره کردیم به اقتصاد کوچک و روند رو به کوچکتر شدن این اقتصاد در زندگی مردم، اما در همین اقتصاد کوچک یا از همین اقتصاد کوچک ما میبینیم ارقام بسیار بسیار بزرگی بیرون میاد، مثل ارقام مربوط به آقای بابک زنجانی یا ارقام مربوط به حاشیه و حوالی و خود آقای رفسنجانی و در کنار ایشون بیت رهبری 95 میلیارد یورو و ارقام بزرگ دیگه. این ارتباط این ارقام بزرگ و سفره کوچک مردم چی هست؟ اینها در تضاد کامل با هم قرار می گیرند. این اسامی که شما از اونها یاد کردید به اضافه نهادهایی که در جمهوری اسلامی وجود داره و شاخه های اقتصاد دولتی حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، عواملی هستند که ثروت های ملی رو مثل اسفنج جذب می کنند و اون را از دسترس مردم، طبقه بزرگ، اکثریت خارج می کنند. در اقتصادهای بحران زده مثل اقتصاد ایران فاصله فقر و ثروت دائم رو به افزایشه، طبقه متوسط عملا از بین میره و جامعه به دو طبقه بسیار ثروتمند و طبقه رو به فقیرتر شدن تقسیم میشه. فاصله اینها دائما رو به افزایش خواهد رفت. این وضعیتی است که امروز در ایران اتفاق میفته. وقتی دولت اعتراف میکنه و آمار ارقام بانکی نشون میدن که در طول 8 سال 600 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج شده، این دارایی به کسی بخشیده نشده. همین عواملی که شما از اونها یاد کردید که آقای بابک زنجانی یکی از اونهاست و بیش از 200 بابک زنجانی دیگه در جمهوری اسلامی حضور دارند که با اسامی اونها مردم و افکار عمومی به اندازه آقای بابک زنجانی آشنایی ندارند، این دارایی های بزرگ رو جذب کردند، از چرخه اقتصادی خارج کردند، در انحصار خودشون گرفتن و اون رو به عنوان دارایی های شخصی از مملکت خارج کردند. عملا دارایی های ملی به دارایی های شخصی تغییر مالکیت داده و در نتیجه مردم این 600 میلیارد را از جیب خودشون پرداختن، از جیب ثروت هایی که به حال بایستی ملی می بوده و متعلق به اونها، حالا شخصی شده و متعلق به گروه محدودی و چند نهاد محدود. در نتیجه مردم ایران به طور متوسط فقیرتر، سطح زندگی اونها پایینتر و آینده اونها تاریکتر از روز گذشته شده. آقای تقی‌زاده، آقای حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین و طبعا مسلمات، حسن روحانی در آغاز کار خودش دعوت کرده بود سرمایه گذاران داخلی خارجی که بیرون از ایران هستن به ایران برگردن سرمایه گذاری کنن، به هر حال در ایران، به خصوص در مورد صنایع نفت میبینیم مذاکرات پشت پرده هم بوده. ایران در شرایطی هست که جلب سرمایه بکنه، چه سرمایه های رفته از ایران بازگرداندنشون و چه سرمایه های غیر ایرانی برای صنایع پایی مثل صنعت نفت، گاز در ایران. این هدف اعلام شده دولت بوده و خاطره ای که آقای روحانی و همینطور وزیر نفت اون و وزیر اقتصاد دوره دولت آقای خاتمی داشتن این بود که به علت ثبات نرخ، ثبات نسبی نرخ ارز در 4 سال اول دولت آقای خاتمی، مقدار زیادی از ارزهای خارجی در اختیار ایرانیان به ایران برگشت. یک سرمایه گذاری مطلوب در حدود 5 میلیارد دلار هم کشورها و شرکت‌های خارجی در ایران صورت دادن، من جمله طرحهایی که برای توسعه صنایع نفت و گاز ایران به موقع اجرا گذاشته شده. آقای روحانی این تصور داشت که در دولت امروز هم امکان تجدید این خاطره وجود داره، ولی متاسفانه هم از نظر فساد اداری، هم از نظر فساد اقتصادی، هم از نظر محیط مطلوب سرمایه گذاری که نامطلوب تر از پیش شده، جاذبه های سرمایه گذاری در ایران از میان رفته و تحریم هایی که در طول 2 سال گذشته بر شانه مردم و شانه اقتصاد ملی تحمیل شده، وضعیت سرمایه گذاری رو ناامن‌تر کرده برای سرمایه گذار خارجی، اما سرمایه‌دار کوچک
که یک ایرانی مقیم آمریکا یا اروپا میتونه باشه، یا سرمایه‌گذار بزرگ که میتونن شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های نفتی باشن. سرمایه‌گذاران کوچک به علت بالا بودن نرخ تورم، ضعیف بودن ریال، میترسن دارایی‌های خودشون رو به ریال ایران تبدیل بکنن و اون رو با این تورمی که وجود داره و کاهش ارزشی که ارز ریال ایران، واحد پولی ایران داره، بتونن با اطمینان خاطر این پول رو یک سال حتی با وجود بهره 25% و 30% که به این پول تعلق میگیره در ایران نگه دارن و بعد بتونن این پول رو برگردونن. به این علت پولهای کوچک رو به ایران دیگه نمیارن، مگر اینکه ضرورت داشته باشه به مادرشون، به خویشاوندانشون کمک مالی بکنن در حد چند هزار پوند یا چند هزار دلار. آقای تقی‌زاده، محمد رضا شاه پهلوی یکی از هدفهای اقتصادی خودش این اعلام کرده بود که در اون زمانی که ژاپن در دهه 60 70 بسیار قدرتمند بود در عرصه اقتصادی جهان و حتی قدرتمندتر از امروز به نظر می اومد، که ایران قصد داره ژاپن دوم بشه. این آرزویی بود در اون شرایط برای ایران. این آرزو تا چه اندازه عملی هست؟ یعنی ببینید همین الان پرسش به این شکل هست که ایران آیا با درآمدهایی که داره، با سرمایه هایی که داره، با امکاناتی که داره میتونه به سمتی بره که مردمش از رفاه اقتصادی برخوردار باشن، همونطور که ژاپن دوم در منطقه مثل کره جنوبی یا سنگاپور یا جای دیگه برخوردار هستن؟ آیا امکاناتی که در ایران هست کفاف جمعیت افسوده شده بر ایران پس از انقلاب رو میده برای داشتن یه زندگی خوب، جوانان با آینده روشن، کودکانی که امروز به دنیا میان زندگی بهتری در برابر داشتن؟ اقتصاد ژاپن یکی از 4 اقتصاد بزرگ دنیاست. هدفی که اون چی که شما اعلام کردید به عنوان آرزو واقعا آرزو نبود، یک هدف مشخص بود. ایران نزدیک به یکی از اقتصاد بزرگ دنیا بود در سال منتهی به انقلاب سال 1957 شمسی، و اونچه که به عنوان آرزو شما ازش یاد میکنید هدفی بود که برای 10 سال بعد به طور کامل قابل تحقق بود. ما همه گمانه هایی رو که نشانه هایی رو که برای رشد اقتصادی میشه در نظر گرفت وقتی استخدام میکنیم و اونها رو با کشورهایی که حالا در جمع 10 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند مقایسه میکنیم، میبینیم ایران به راحتی میتونست در فاصله 10 تا 15 سال بعد از سال 57 به راحتی در جمع، یعنی 15 سال پیش در جمع 5 اقتصاد بزرگ دنیا قرار بگیره. زمانی که انقلاب شد درآمد سرانه ایران 2 برابر ترکیه بود. ترکیه الان در جمع 10 اقتصاد بزرگ دنیاست و درآمد سرانه مردم ترکیه 2 برابر درآمد سرانه امروز ایرانه، در حالی که ترکیه فاقد منابع نفت و گاز ایرانه که از نظر ترکیبی بزرگترین ذخیره نفت و گاز در اختیار هر کشور دیگر دنیاست. و مقایسه با ترکیه یکی از نمودارهایی است که نشون میده اونچه که شما به عنوان آرزو ازش یاد کردید هدفی بوده کاملا در اختیار ایران، ولی متاسفانه میبینیم حالا اقتصاد ایران در ردیف 36 دنیا وجود داره و از نظر رشد اقتصادی ما ضریب منفی داریم که در منطقه استثنایی است. حتی کشور افغانستان هم رشد منفی، یعنی کوچک شدن اقتصادش، قابل مقایسه با اونچه که در ایران تجربه شده نیست. من اشاره کردم بله که هدف، یکی از هدفهای اعلام شده توسط محمد رضا شاه پهلوی برای رسیدن به یه همچی چیزی بود که دست کم حتی به عنوان یک آرزو اگه تلقی میشد باز نکته بسیار مثبتی داشت. و باز یک نکته دیگه ای رو که پادشاه فقید ایران بهش اشاره کرده بود این نکته بود که ما باید خودمون آماده بکنیم برای دوران که دیگه نفت اهمیت خودشو در بازارهای جهانی از دست میده و ما صاحب یک اقتصاد غیر متکی به نفت باشیم، به هر حال از نظر تکنیک یا تکنولوژی هرچه که بود و مورد نظر. پرسش این هستش که جهان داره به سمتی میره، آقای تقی‌زاده، که کم کم شما به عنوان یک کارشناس برجسته در این زمینه به ما خواهید گفت که تا کی میشه به نفت ایران تکیه داشت به عنوان مهمترین و تنها منبع درآمد بزرگ مردم ایران؟
به نظر میرسه که این سالها سالهای پایانی است. متاسفانه برای ایران که ضمن از دست دادن ظرفیت تولید و ظرفیت صادرات و فروش با رقابت کشورهای همسایه روبروست و در یک تصویر بزرگتر میبینیم که تولید کنندگان دیگری از منابع متنوع غیر قراردادی استفاده میکنند برای اشباع بازار و رفع نیازهای اونها. ولی شما اشاره کردید به اونچه که پیش از انقلاب پادشاه وقت ایران به اون فکر میکرد. به نظر من از این لحاظ بایستی واقعا شاه ایران رو یکی از کسانی معرفی کرد که دارای دیدگاه های وسیع استثنایی غیر قابل مقایسه با هر رهبر دیگر وقت دنیا بود. او در مورد نفت و آینده نفت واقعا تصویر بسیار روشنی و عملی از وضعیتی داشت که امروز حالا دنیا در حال تجربه کردن اون هست. در 35 یا 37 سال گذشته یکی از آرزوها نه دیدگاه های سیاسی پادشاه ایران این بود که ایران تبدیل بشه به یک شریک اقتصاد انرژی اروپا و به دنبال این بود که به دنبال کشیدن خط اول لوله گاز که گاز ایران رو به اتحاد شوروی اون وقت میفروخت، رشته دوم گاز ایران رو به جنوب اروپا و به مرکز اروپا منتقل بکنه و ایران تدریجا تبدیل بشه به شریک انرژی اروپا. اون موقع حتی منبع ذخیره بزرگ پارس جنوبی کشف نشده بود و ما نمیدونستیم که این ذخیره بزرگ ثروت بین ما و قطری ها وجود داره. این ظرفیت حالا به مراتب بیشتر از اون چیزی شده است که شاه در نظر داشت. در مورد نفت هم او میگفت نفت ماده شریفی است، به جای سوختن نفت بایستی از اون در تولیدات پتروشیمی استفاده بشه و ارزش افزوده اون زندگی بهتری برای مردم ایران به بار بیاره و به جای اینکه اقتصاد ملی متکی به درآمدهای نفتی باشه، باید درآمدهای نفتی یا تبدیل بشه به کالاهای تولیدی یعنی سرمایه گذاری در رشته های تولیدی یا سرمایه گذاری در خارج، جاهایی که بتونه درآمدی رو بیشتر از اونچه که خود نفت مستقیما میده برای ایران به بار بیاره. بین علت ایران به دنبال نزدیک به 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بود که خرید شرکت هواپیمایی پنم از آمریکایی ها و همینطور شبکه هتل های کانتیننتال از جمله طرحهایی بود که ایران در نظر داشت اون رو اجرا بکنه و طرح خرید گروه صنعتی کروپ آلمان یکی دیگر از این سرمایه گذاری ها بود. تنها کشوری که به دنبال این فکر رفت بعد از ایران کویتی ها بودن که حالا درآمدهای غیر نفتیشون به مراتب بیشتر از درآمدهای نفتی اونها هست. ولی متاسفانه این آرزو یا دیدگاه یا هر چه که بگی تصویر ایران فردا متکی به نفت یا غیر متکی به نفت بعد از انقلاب مسیر وارونه طی کرد و امروز میبینیم بیشتر از هر زمان دیگری بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی است. در پرانتز من یه پرسش دارم، اینکه بهره برداری ایران از حوزه پارس جنوبی تا چه اندازه بر اساس منافع مدیسین، و به این دلیل من میگم برای بینندگان چون گزارش های مختلف منتشر شده که یک مقدار بدبستون های سیاسی باعث شده بین حکومت فقیه، جمهوری فقیه در تهران با دوحه، قطر دست قطری ها رو باز گذاشتن در بهره برداری بیشتر یا بیشتر از سهم خودشون. این گزارش ها رو نه تایید میکنیم نه تکذیب، در میون میذاریم با آقای تقی‌زاده و جویا میشیم. به اون صورتی که مسئله الان عنوان شد به نظر من طرح پنهانی وجود نداره که جمهوری اسلامی منافع قطری ها رو به منافع خودش ترجیح بده و به اونها فرصت بده بهره برداری بیشتری بکنن از دارایی مشترکی که بین ایران و قطر وجود داره. ولی به علت بهره برداری نکردن از سهم ایران در طول 8 سال گذشته، طبیعتا وقتی یک سفره نفتی یا گازی مشترک وجود داره و طرف با همه امکاناتش از سهم خودش استفاده میکنه، یکی اینکه از سهم مشترک استفاده بیشتری برده حالا که ما از این سهم اصلا استفاده نکردیم، و در میان مدت به علت تغییر فشار این سفره واحد میزان گازی که سرازیر میشه به سمت حق و سهم قطری ها افزایش پیدا میکنه نسبت به اون چیزی که در اختیار ایران است. بنابراین در میان مدت و در دراز مدت قطری ها از این لحاظ هم بهره بیشتری میبرند.
قطری ها بیش از 8 سال قبل از ایران استفاده از این منبع مشترک رو آغاز کردن و حالا هم به مدت 8 سال ایران بهره برداری از این منطقه رو متوقف کرده به علت نداشتن امکانات مالی، نداشتن مدیریت درست، نداشتن سیاست های کلان و اعمال تحریم هایی که نفت و گاز رو قربانی برنامه احمقانه غنیسازی اورانیوم یا برنامه اتمی جمهوری اسلامی کرده. من این مورد رو رد میکنم که جمهوری اسلامی با طرح توطئه ای قطری ها رو دستشون رو باز گذاشته برای بهره برداری از پارس جنوبی. این ندانمکاری، سیاست های خطا، اتخاذ سیاست هایی که منافع رژیم رو به منافع مردم ترجیح میده است که باعث شده قطری ها از این منبع مشترک استفاده بیشتر از ایران ببرن. ولی یک نکته هم وجود داره که باز این نتیجه حماقت جمهوری اسلامی است. یکی از شرکت هایی که برای ایران به عنوان پیمانکار کار میکرد، یعنی شرکت نفتی توتال، که حالا در قطر دارای امتیاز بهره برداری است و یکی از فازهای گازی اونها رو بهره برداری میکنه، آلمان و با قصد چاهایی رو که در منطقه‌ای که در اختیارش بود نصب کرد، حفر کرده بود، به ترتیبی زده بود که ما بهره برداری کمتری از این چاه‌ها ببریم و به سفره قطری‌ها کمتر این نفوذ گازی یا برداشت لطمه وارد بکنه. میزان بهره برداری کمتر از اون حدی بود که انتظار می‌رفت و این طرح نچندان آشکار رو توتالی ها، یعنی شرکت نفت وابسته به فرانسه، بعدا آشکار کردن، در حالی که ایران اون موقع که اینها رو به عنوان پیمان کار داشت از این خدعه فرانسوی ها بیخبر بود. خب آقای تقی‌زاده، صحبت برنامه اتمی ایران اشاراتی شد و تحریم ها اشاراتی. فردا سه شنبه در وین مذاکرات آغاز میشه، مذاکرات اتمی، پنج به اضافه یک و فرستادگان تهران، وزیر خارجه ولایت، ولایت فقیه آقای ظریف. این مذاکرات چه اهمیتی داره؟ اهمیتشو از شما میپرسیم و رو به چه سمتی؟ حل مسائل؟ باید ببینیم این اهمیت رو میخوایم از دید نظام بررسی بکنیم یا از دید منافع ملی و مردم ایران. بدون تردید این مذاکراتی است که مردمی که متعادل تر فکر میکنن، عاقلانه تر فکر میکنن، از اون استقبال میکنن، ولی به شرطی که جمهوری اسلامی نسبت به هدفهای این مذاکرات صادق باشه و تا انتها این مذاکرات رو پیش ببره و در نتیجه رسیدن به توافق و نهایی کردن توافقهای مقدماتی امکان کم کردن تحریم ها وجود داشته باشه که این کاهش تحریم ها بتونه به نوعی وضعیت معیشتی مردم رو بهبود بده. ولی با توجه به مشکلاتی که بین راه هست، با توجه به اصراری که حاکمیت جمهوری اسلامی به حفظ دستاوردهای اتمی گذشتش میکنه، با توجه به برتری دادن نیازهای حکومت به منافع ملی، به نظر نمیرسه که مذاکرات اتمی در مسیری است که میتونه در تاریخ در نظر گرفته شده از سوی رژیم به نتیجه نهایی برسه، یعنی در طول 6 ماه آینده باعث بشه تحریم ها از اقتصاد ایران برداشته بشه و وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا بکنه. حتی در همین مرحله که مذاکرات به نتیجه ابتدایی رسیده و نتیجه ابتدایی یعنی دادن در حدود 5 میلیارد دلار پول به دولت ایران هست، اونها برای تأمین نیازهای خاص خودشون این پول رو هنوز به داخل کشور نبردن، اون رو خارج از کشور نگه داشتن تا به مصرف نیازهای ضروری دولت اون رو برسونن. زندگی معیشتی مردم تا به حال از نتیجه توافق موقت اتمی بهره مستقیم نگرفته، ولی به هر حال اگر صداقتی در کار باشه، اگر این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسه، باید انتظار داشت که حداقل روند سقوط اقتصادی ایران کنتر بشه در سالی که در پیش داریم. البته مخارج ضروری جمهوری اسلامی در خارج از ایران بسیار هست، از جمله مخارج حزب الله لبنان در سوریه، حکومت سوریه و بقیه جا. اینطور نیست آقای تجزده؟
بدون تردید، به غیر از خریدهای تسلیحاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، به غیر از هزینه هایی که سپاه و لشکر قدس یا نیروهای قدس که خارج از مرزهای ایران عمل میکنند، ایران مبادرت به سرمایه گذاری های کلانی کرده در ونزوئلا، نزدیک به 300 میلیون دلار سرمایه گذاری داره، در کشورهای آفریقایی همینطور، و شبکه های پنهانی سپاه قدس و نیروهای وزارت اطلاعات و همینطور سفارتخونه های جمهوری اسلامی که بخشی از اونها مراکز تقویت تروریست ها هست، این هزینه ها رو جذب میکنن و دولت به حال هزینه های خارجیش رو میتونه از این لحاظ تامین بکنه، و همینطور تجهیز نیروهای مسلح در عراق برای جنگ در سوریه، کمک کردن به نیروهای حزب الله در لبنان و همینطور دادن کمک مستقیم به دولت آقای بشار اسد در سوریه. آقای تنزاد، ایران ژاپن دوم نشد، انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای و همراهانش با پرواز انقلاب رسیدن و در داخل نیست، همه رقم از جبهه ملی گرفته تا حزب توده، شعبه شناخته شده سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی شوروی KGB و بقیه فدایی و انواع و اقسام گروه های چپ و راست موانع ایجاد کردن، مانع بزرگ انقلاب در راه آنچه که ایران قصد داشت برسه به گفته کارشناسان برجسته مثل آقای تغیزاده که امکان رسیدنش وجود داشت. اما ادامه این وضعیت آقای تغیزاده ایران رو از نظر اقتصادی به چه وضعیتی خواهد رسوند؟ آقای چالانگی، خلاصه قضیه این است که جمهوری اسلامی مردم ایران رو به اسارت گرفته، جمهوری اسلامی ایران رو به اسارت گرفته. اگر این اسارت پایان پیدا نکنه، اگر مردم به آزادی نرسن، اگر مملکت ایران از دست این گروه حاکمه آزاد نشه، وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد. فقط نرخ صعود ممکن است که تغییر بکنه، یعنی گاهی تندتر و گاهی کندتر بشه. در زمان آقای خاتمی نرخ صعود اقتصادی ایران رشد کمتری داشته، رشد منفی کمتری داشته. در زمان آقای احمدی نژاد سقوط اقتصادی، سقوط اجتماعی، سقوط سیاسی، انزوا در منطقه سرعت بیشتری گرفته. هر دوی اینها چهره های مطلوبتر یا نامطلوبتر جمهوری اسلامی هستند، بخشی از حاکمیت به حساب میان. این وضع ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که مردم ببینند آیا مرگ تدریجی رو ترجیح میدن و باقی موندن در اسارت رو و اسیر گرفته شدن مملکت رو به دست حاکمیت جمهوری اسلامی، یا اینکه اعتراض میکنن، یا اینکه میستن، یا اینکه برای آزاد کردن خودشون از قید اسارت و آزاد کردن مملکت از اسارت و از بین بردن حاکمیت جمهوری اسلامی گام برمیدارن، بلند میشن. تا زمانی که آقای چارلنگی صدای اعتراضی شنیده نشه، حاکمیت سکوت مردم رو به عنوان علامت رضایت اونها به دنیای خارج میفروشه. تا سال 1388 این وضع ادامه داشت، یعنی جمهوری اسلامی به دروغ به مردم دنیا میگفت که از حمایت مردم برخورداره، در حالی که سال 88 وقتی مردم، میلیون ها نفر از اونها در شهرهای بزرگ به خیابون ها ریختن، مردم دنیا دیدن که نه، این مردم نیستن که از حکومت حمایت میکنن و از اون راضی هستن، حکومتی که اونها رو به اسارت گرفته و با زور اسلحه ساکت نگه میداره. حالا بعد از اون باز ترس به جامعه حاکمه، نگرانی در درون اونها وجود داره، ولی همچنان تحمل هم هست. این تحمل تا زمانی که خاتمه پیدا نکنه، به عنوان شکل اعتراضی تغییر ماهیت نده، طبیعتاً دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی از اون استفاده، سوء استفاده خواهد کرد برای معرفی به عنوان راضی بودن مردم، به عنوان دادن رأی پشتیبانی از اونها. این به عهده مردمه که چه زمانی تصمیم میگیرن نرخ سقوط آزاد خودشون رو با پایان دادن به اسارت خودشون، با پایان دادن به اسارت مملکت به پایان ببرن. سپاسگزار هستیم آقای رضا طریق‌زاده عزیز در انگلستان، با آرزوی سالی خوش برای شما و خانواده عزیز و به امید دیدار در آن سوی نوروز دوشنبه آینده در سال جدید. برای شما آقای چارلنگی
برای شما آقای چالنگی، برای همکاران شما و برای مردم ایران سالی بهتر از سال گذشته آرزو میکنن و به امید دیداری دیگه در سال نو. با سپاسی دوباره با شما عزیزان خواهیم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر چند خبر نسبتاً مهم هست که به اطلاع شما میرسونیم. این که امروز در واشنگتن آقای محمود عباس رئیس دولت خودگردان تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن هست برای دیدار با پرزیدنت اوباما و همچنین بقیه مقامات آمریکایی. پیش از اون با شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. روزنامه جروزلم پست در همین زمین دیدار آقای عباس و پرز یک خبری رو منتشر کرده یا تفسیری گذاشت، تفسیری در اون گفته به نقل از آقای پرز که بهترین همراه و یا طرف صلح برای اسرائیل محمود عباس است. این صحبت پیش از سفر عباس به واشنگتن بسیار مهم. اما برنده شدن تیم ملی کشتی ایران در مسابقات لس آنجلس در روزنامه های محلی بسیار انعکاس پیدا کرده. روزنامه های محلی که میگم خود لس آنجلس و اورنج کانتی و بقیه جاهاست و لس آنجلس تایمز هم در اونجا در این باره گزارش های مختلفی منتشر کرده در باره پیروزی تیم کشتی ایران در لس آنجلس. عنوان های مهم امروز واشنگتن پست در واشنگتن برفی، واشنگتن پست روزنامه معروف پایتخت سیاسی جهان یعنی پایتخت آمریکا واشنگتن درباره مسائل مربوط به اوکراین هست و خودمختاری یا جدایی اعلام شده کریمیه. همینطور نیویورک پست در این زمینه گزارش و مطلب بسیار مطالب مختلفی داره، از جمله اینکه نیویورک پست و واشنگتن نیویورک تایمز و واشنگتن پست هر دو به این نکته اشاره کردن که آقای الان توپ در زمین آمریکاست در واقع که چه موضعی رو اتخاذ کنه در این مورد. در مورد اخبار داخلی آقای دراویش این خبر مربوط به اعتصاب قضایی دراویش رو هم که شکسته شده داریم در آستانه عید نوروز و حمله به منزل آقای پرویز تناولی مجسمه ساز. اینها از خبرهای روز هست که ما امیدواریم در برنامه‌های آینده مورد تفسیر و بحث قرار بدیم. در نیم ساعت بعدی در ادامه برنامه با من و شما خواهند بود آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی. تا لحظاتی پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند از استکهلم سوئد آقای حسن اعتمادی عزیز تحلیلگر سیاسی. سلام به شما آقای اعتمادی. سلام بر شما جناب چلنگی عزیز و همکارانتون و به بینندگان برنامه شما. آماده هستید برای استقبال از نوروز خجسته ما نه؟ یعنی همه ایران مثل همه ایرانی هم بله. برحال ما دلمون با همین چیزها خوشه فعلا در خارج کشور برگزاری جشن نوروز و جشنهای دلها همیشه خوش باد در ایران به ویژه. آقای اعتمادی عزیز من یک خبری رو پیش از اومدن شما خوندم برای بینندگان. حمله به منزل آقای پرویز تناولی مجسمه ساز و بردن چندین مجسمه معروف ایشون رو و شکستن مجسمه های آقای پرویز تناولی. در این
نیمه ما میخواستیم درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران در سالی که داره تموم میشه صحبت کنیم. یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر طبعا مسئله و فعالیت هنرمندان هست، آزادی عملی که دارن، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقاشی، آزادی فیلم، هرچی، هر اون چی که بسازن. یه نگاه اجمالی که داشته باشید به این اوضاع در سال گذشته چه گزارشی خواهید داشت؟ وضعیت هنر، هنرمندان، آزادی بیان در سال گذشته که دو سه روزش مونده. جناب چلنگی، برای من فکر میکنم که از ابتدا با روی‌کار آمدن حکومت اسلامی در ایران ما در عرصه مسائل گوناگون از جمله مسائل فرهنگی و هنری دچار مشکلات خیلی جدی شدیم. اصلا روزهای نخست بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان ما ناچار شدن که کشور رو ترک بکنن. بسیاری از اونها عمر خودشون رو در تبعید به پایان رسوندن و هرگز نتونستن بار دیگر میهن و سرزمین خودشون رو ببینن. بسیاری از اون فعالین فرهنگی و هنرمندان کشور ما به خاطر دور بودن از جامعه‌ای که به اون تعلق داشتن نتوانستن نقش خودشون رو در عرصه مسائل فرهنگی و هنری ایفا بکنن. با توجه به اینکه اغلب اونها سرمایه های بسیار ارزشمندی در تمام عرصه هایی که در وارد صحبت میکنیم بودن و طبیعتا میتونستن و قادر بودن در این عرصه چه در زمینه مسائل فرهنگی و چه در زمینه مسائل هنری در بخش های مختلف از موسیقی، مجسمه سازی، نقاشی و تئاتر و سینما همه اونها میتونستن در شکوفا کردن، در رشد و پیشرفت جامعه ما در عرصه فرهنگ و هنر نقش های اساسی رو بازی بکنن. بنابراین این چیز غریبی نیست که امروز شما باز میبینید که مسئولین وابسته به حکومت اسلامی در ایران به حریم خصوصی یک هنرمند به محل کارگاهی که او ازش استفاده میکنه برای خلق آثار هنری که بهش علاقه‌منده در تخصصش و در رشته اون مهارت داره یا دخالت در حتی عرصه زندگی خصوصی اونها. بنابراین برای من و شما غیر منتظره نیست و طبیعتا بخشی از این مسئله هم که جناب عالی بهش اشاره کردید برمیگرده به موضوع حقوق بشر، حقوق بشری که میبایست قاعدتا متعلق به تمام شهروندانی باشه که در روی کره خاکی زندگی میکنن و به طور مشخص من و شما چون ایرانی هستیم در رابطه با هموطنان خودمون که به عنوان اقلیت‌های مختلف در اون کشور زندگی می‌کنن، اقلیت‌های مذهبی، قومی و یا هر چیز دیگری. متأسفانه در این خصوص در طی همین یک سال اخیر اگر ما بخوایم یک بررسی به اجمال بکنیم که چه اتفاقی افتاده یا اینکه چه شرایط تازه پیش اومده، متأسفانه کارنامه درخشانی در دست نیست. خب این اتفاقات در تهران میفته، همین الان که من دارم با بینندگان صحبت میکنم و با شما هستیم، اون ور آبهای خلیج فارس در دبی مؤسسه معروف کریستیز باز نمایشگاه سالانه‌اش رو گذاشته برای نمایشگاهی از آثار نقاشان خاورمیانه از ایران، از آقای احسایی گرفته تا مشیری تا بقیه رفتن آثارشون اونجا میذارن. چند اثر سپهری از سهراب سپهری، روان شاد و بقیه و از کشورهای دیگه هم از الجزایر هست، نقاش معروف الجزایری فاطمی و محمود حمد هست، نقاش از نقاشان معروف منطقه و بقیه جا ارزش میذاره. آقای روحانی در همون اوایل کارش اومد هنرمنده رو در ایران گرد آورد، جمع کرد، دعوت کرد، هر چی که بود و راجب آزادی بیان و آزادی هنر و همه این صحبت ها گفت. یه کوچولو مسلمون بغلا گفت که باید در چارچوب اسلام و قوانین جمهوری اسلامی باشه. بعد از اون آقای سعید راد اومد از یک هنرمند بسیار ارزشمند سینما ایران آقای بهروز وثوقی صحبت کرد، ستایش کرد در مراسم جایزه فستیوال فجر. الان آقای سعید راد ظاهرا به جایی دارن میرسوننش که کم کم برسه به اینکه ناچار بشه بگه آقای بهروز وثوقی هنرپیشه بدی است. حتی
به نحوی زیر فشار. ضمناً امروز هم تولد بهروز وسوقی هنرمند ارزنده سینمای ما هست، برش مبارک باد بر ایشون و بر سینمای ایران. به هر حال منظور این هستش که آقای روحانی در ارتباط با حقوق بشر تا چه اندازه به وعده هاش عمل کرده. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل میگه هیچ، دبیرکل سازمان ملل متحد هم میگه میگوید هیچ. شما چه خواهید گفت؟ قطعا بنده هم بر اساس آمار و گزارش هایی که از طریق سازمان های بین المللی و همینطور از سه مقامات رسمی وابسته به جمهوری اسلامی وقتی به این اخبار و آمار نگاه میکنیم، بنده هم خواهم گفت هیچ. آقای لاریجانی به عنوان نماینده سازمان حقوق بشر اسلامی در ایران همین دیروز اعلام کردن که به طور نمونه ما کسی رو به عنوان بهایی در زندان نداریم. و وقتی شما به توضیحات ایشون توجه میکنید میبینید که ایشون مدعی هستن که کسانی که در ایران بهایی هستن اینا عوامل اسرائیلی ها هستن، به نقل از سوی اینا عوامل صهیونیست در ایران هستن، بنابراین اینا رو ما به عنوان جاسوس به زندان انداختیم. در صورتی که خب ما همه میدونیم که بسیاری از هموطنان باهایی ما، فرزندان ما به عنوان دانشجو در دانشگاه های ایران قصد تحصیل داشتن و یا اینکه به یک نحوی تونسته بودن وارد دانشگاه بشن، به جرم اینکه از خانواده باهایی هستن از دانشگاه اخراج میشن و حق تحصیل بهشون داده نمیشه. بنابراین در خصوص اتفاقاتی که در این عرصه افتاده واقعیت نشون میده که بنده یک بار دیگه بگم که در زمینه مسائل حقوق بشر بعد از سر کار آمدن دولت آقای روحانی هم هیچ اتفاقی نیفتاد. در همین آبان ماه گذشته بود اگر اشتباه نکنم، ما دیدیم که بعد از اون اتفاقی که برای تعدادی از مرزبانان ایران در منطقه زاهدان و بلوچستان افتاد، حکومت اسلامی ایران 16 تن از زندانیان سنی بلوچ رو آورد بلافاصله بدون هیچ دادگاهی اعدام کرد. و یا در کردستان به نوع دیگر 4 تن از سنی ها رو اعدام کردن. همین روزهای اخیر بود که دراویش گنابادی که در زندان هستن دست به اعتصاب زدن و در تظاهراتی که در رابطه با مسائل مربوط به خودشون برگزار کرده بودن باز مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار گرفتن. بنابراین در عرصه مسائل مربوط به حقوق بشر در سالی که گذشت هیچ اتفاقی نیفتاد و این خیلی هم طبیعی است نیفته. بنده جنابانی نمیباز از حکومتی که در چارچوب معینی سیاستهاش تدوین میشه و به اجرا در میاد انتظار اینو داشته باشیم که اقلیت‌های مختلف، گروه‌های مختلف اجتماعی با باورهای مذهبی گوناگون یا سلایق گوناگون یا ایدئولوژی‌های مختلف حقی داشته باشن برای زندگی، برای به اصطلاح فعالیت و برای عرضه کردن اون چیزی که فکر می‌کنن و بهش باور دارن. خوب، در روش گوناگونی همونطور که در خبری بود خوندیم به اعتصاب قضاشون فعلا پایان دادن. اما در تاریخ ایران کم سابقه بود، تاریخ معاصر، نه تنها ایران جای دیگه، که سه تا برادر سه شغل مهم یه کشوری مثل ایران در دستشون، علی لاریجانی رئیس مجلس ولایت، برادر دیگه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حکومت فقیه، برادر سوم رئیس سازمان حقوق بشر یا امور مربوط به حقوق بشر مربوط در کشور بین. و ایشون بله برای همه چیز اسامی رو عوض کرده، اعدام، یعنی اعدام میکنید گفته بیان از ما تشکر کنن، حرفایی به آقای احمد شهید زده. من مصاحبه ایشون رو دیدم، واقعا آدم نمیدونم، من دوست ندارم این کلمات رو بگم، آدم شرم میکنه، ولی خب خیلی شگفت آور هست که انسانی بشینه روبروی دوربین و چنین صحبتهایی بکنه و بی اساس تهمتهایی که آقای احمد شهید ایشون حرفی که زده. شما قطعا در جریان هستین، گفته که آقا وقتی به ما که نماینده سازمان ملل هستیم این تو توهین میکنن و حرف میزنن حمله میکنن، دیگه با ایرانی ها چه خواهند کرد؟ با ایرانی ها چه میکنه به نظرشون این آقای؟ ببینید، من چرا عکس العمل عمده ای نیست از طرف روحانیت شیعه غیر دولتی؟
بفرمایید. من برای عرض کردم بنده انتظاری از هیچ کدوم از مقامات به خصوص روحانی مسئول در حکومت یا در حوزه های به اصطلاح متعلق به اینها هیچ انتظاری رو نمیتونم داشته باشم. دلیلش اینه که اونا بر اساس باورهای مذهبی خودشون عمل میکنن. شما این حق به جانب بودن مقامات رسمی از جمله این سه برادران لاریجانی رو شما در تمام عرصه‌ها ببینید. وقتی در مورد مسائل مربوط به حقوق مردم، مسائل سیاسی، مسائل داخلی و مسائل بین المللی موضع‌گیری میکنن، حکم صادر میکنن. دلیلش اینه که اینا بر اساس اون معیارها و ارزش‌های دینی و مذهبی خودشون در تمام امور مسائل مربوط به زندگی امروز شهروندان ایرانی و حتی در مورد همه مردم دنیا قضاوت میکنن. و جای باز تعجب به نظر من نداره جناب چلنگی. اینها 35 سال پیش انقلاب کردند، کشور ما رو و مردم ایران رو جزء املاک خودشون میدونن، مردم رو به عنوان امت مسلمان میشناسن، قانون اساسی رو دارن که در رأس این قانون اساسی کسی به نام ولی فقیه نشسته که قادر برای جان و مال و زندگی تمام 77 میلیون تصمیم بگیره. و برادران لاریجانی هم به عنوان رئیس قوه قضاییه، به عنوان رئیس حقوق بشر در ایران، به عنوان رئیس دستگاه به اصطلاح قانونگذاری، اونها هم جز مریدان و طرفداران ولی فقیه هستند و بنابراین در تمام عرصه ها حق خودشون میدونن به هر شکلی که باور دارن در رابطه با سرنوشت مردم ایران تصمیم گیری بکنن. اگر به طور نمونه اونها معتقدن که بهایان اینا صاحب دین نیستن، اصلا اونها رو ما به رسمیت قائل نیستیم، دنیا نمیتونه در برابر اینها توضیح دیگری در این رابطه بده. در صورتی که ما میدونیم که امروز در دنیا در کشورهای مانند هندوستان صدها و هزاران دین و مذهب و آیین وجود داره، در یک کشوری مانند هندوستان یا در سراسر دنیا فرقه های مذهبی گوناگون وجود داره و دولت ها بدون کوچکترین دخالتی در امور فعالیت اونها، بیان نظراتشون و تبلیغشون برای مذهبشون اونها را آزاد میگذارن که بتونن زندگی بکنن و طبیعتا برایشون هم امکاناتی هم به وجود میارن. رادیو تلویزیون در اختیارشون قرار میدن، اونا مطبوعات خودشونو دارن، کتاب ها و جزوات خودشونو منتشر میکنن، جلسات خودشونو میذارن، میتینگ های خودشونو میذارن و دولت موظفه که از اونا حفاظت بکنه، برایشون ایجاد امنیت و امکانات بتونه بکنه که اونا آزادانه به کار خودشون ادامه بدن. بنابراین در کشور ما به خاطر استقرار یک حکومت مذهبی اونم از نوع ولایت فقیه، ماها امت اینا هستیم، اینا میتونه در رابطه ما هر تصمیمی که دلشون بخواد بگیره. خب این برادران رفسنجانی، اونها هم یه سری برادران هستن که به جایی رسید. برادران لاریجانی امیدوارم روزی بتونن توضیح بدن که چه خدمتی به ایران کردن و به مردم ایران که این مقامات مهم کشوری مثل ایران در دست به اینها سپرده شد. دو قوه، سه قوه، یعنی مجریه و قضاییه، ببخشید مقننه و قضاییه، یعنی قانونگذاری و دستگاه دادگستری و قضاوت و اینها، به این دو برادر و اون یکی هم خوب برادر چهارمی هم دارن که سمت های دیگه دارن. اما چرا این همه این آقایون که مدعی هستن حکومت الله بر زمین نمایندش هستن، یعنی آقای خامنه ای نماینده خداوند بر زمین هست، اونطوری که در بسیاری از احکام گفتن حتی با امام 12 شیعیان که معتقد هستن غایب هست در ارتباط هست و برگزیده خداوند هست، آقای صدیقی در نماز جمعه گفت. چون این همه حراس دارن از ملاقات خانم اشتون با مادر ستار بهشتی یا نرگس محمدی، خانم نرگس محمدی، چه حراسی که به اهانت نمایندگان مجلس زبان بکشایند به مادر داغ دیده ای. من پیش از که به این نکته مسئله اعتراض برخی از اینا به سفر خانم اشتون و ملاقات با مادران بعضی از کسانی که در درون این حکومت دچار مشکل و مصیبت شدن بپردازن، اشاره شما به مسئله اینکه اینا چگونه به این حق به خودشون میدن همچنان که
تصمیم بگیرن در رابطه با سرنوشت 77 میلیون جمعیت ایران. من میخوام توجهتون رو جلب کنم به اظهارات دیروز آیت الله سعیدی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران. ایشون در سخنرانی خودشون در جمع فرماندهان سپاه گفتن که اولا مردم ایران باید خودشون رو آماده بکنن برای روزهای سخت‌تر. یعنی اون چی که امروز شما شاهدش هستید از لحاظ اقتصادی، بحران‌های گوناگون، آیت الله سعیدی می‌فرمایند که شرایط سخت‌تری در انتظاره و شما باید خودتون رو آماده بکنید. حالا دلیل اینکه شما خودتون رو آماده بکنید به یک نوعی خیلی هم حق به جانبانه است و بدیهی به نظر میرسه. چرا؟ میگه که اول ما برای نان، همون حرفی که آقای خمینی اومد گفت ما برای خربوزه انقلاب نکردیم، ایشون هم میگه ما برای نان انقلاب نکردیم. اگر نانی هم از دست بدیم در این جریانی که الان بحران و تحریم و اینها اگر وجود داره، هیچ اشکالی نداره. ما برای ظهور امام زمان باید خودمون رو آماده بکنیم. یعنی به طور مشخص و معین از همین الان داره به مردم ایران، ایشون هم مقام کمی نیست، نماینده رهبر هستن در سپاه پاسداران در کنار فرماندهان سپاه به عنوان قدرتمندترین مردان سیاسی و اقتصادی در کشور ما. در جمع اونها شرایط رو از همین الان دارن آماده میکنن که اگر نان صحبتون هم قطع شد هیچ اشکالی نداره، خودتون آماده بکنید برای ظهور امام زمان. چه ارتباطی هست با اینکه مردم فقیر باشن و نون نداشته باشن و ظهور امام زمان؟ ارتباط منطقی از نظر اینها، از نظر بند و جنابالی اون خیلی غیر منطقیه، چون که ما معتقدیم که انسان و صرف نظر از اینکه دارای چه عقیده، چه مذهب و چه دینی است و چه نژادی است، حق داره در دوران زندگی خودش از امکانات رفاهی هم آسایشی استفاده بکنه، از زندگی خودش لذت ببره. و اگر در فردای امروز دنیای دیگری بود، بهشت و جهنمی هم بود، به هر حال حتما یه خداوندی هستش که به کارنامه تک تک ما میخواد رسیدگی بکنه. منتها اینها همونطور که جناب علی اشاره کردید نمایندگان الله هستند و اینها هستند که در برای دنیای امروز من و شما تصمیم میگیرند. تصمیم اینا، یعنی اون چی که به عنوان مذهب شیعه تعیین میکنه برای بنده و جناب علی، اینه که این دنیا دنیای گذره و ارزشی نداره. بنابراین من شمای مسلمان در این دنیا باید با فقر و فلاکت و گریه و زجه و ناله زندگی بکنیم تا اینکه در اون دنیا به بهشت بریم. خب اگر چون این ببینیم بس مثلا همین این پرسش پیش میاد در برابر چون این کسانی که اگر این اصله، پس چه این داستان 95 میلیارد یورو که بالای 100 میلیون دلار میشه در بیت رهبری، یا آقای رفسنجانی یا سرداران چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران، یا پس اینا چیه؟ اینا رو شما میتونید درست همزمان با خرید و فروش کودکان ایرانی در دروازه غار تهران چند صد متری بیت رهبری پایتخت ولایت فقیه دارالخلافه مسلمین، اینا رو من شما میتونیم در تلویزیون ایران فردا در لندن و در استخدام مطرح بکنیم، ولی در ایران کسی حق تر این موضوعات رو نداره. امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که روحانیت ایران و کسانی که در رأس این حکومت قرار گرفتن، آقازادگان و سرداران سپاه و غیره و غیره، اینها در شرایط مادی به اصطلاح قرار دارن که برای ثروتمندترین آدم‌های سراسر جهان رویاست نوع زندگی که اینا میکنن. چه ثروتی که در ایران در اختیار اینها هست، چه ثروتهایی که توسط آقازادگانشون به خارج از کشور منتقل شده و اینجاها سرمایه گذاری شده. بنابراین مسئله این که اینها حق دارن در این دنیا در ناز و نعمت زندگی بکنن، توجیهات مذهبی حتما براش دارن و بنده و جناب علی به عنوان امت باید حتی قید نان شبمون رو هم بزنیم، به خاطر اینکه ما باید امکانات ظهور امام زمان رو ایجاد بکنیم. بنابراین نباید نگران مسکن و دارو و بهداشت و به اصطلاح لباس شب عید فرزندانمون باشیم. اگر ندارید هیچ اشکالی نداره، امام زمان ظهور خواهد کرد به هر حال و
و من شمایی که در این دنیا جز محرومیت و سختی و فقر و فلاکت هیچ چیز دیگر رو ندیدیم، یعنی امت مسلمان در کشور ما فردا با وساطت امام زمان به بهش خواهیم رفت و جبران خواهیم. آیا یک حکومت دینی، هر نوع دین و مذهبی که هست، قادر هست که تأمین کننده حقوق بشر باشه، زندگی شایسته انسانی، برخوردار از آزادی بیان، برخوردار از سفره محترم، برخوردار از حزب، آنچه که مربوط به زندگی محترمانه اجتماعی رو به پیشتر و سازنده یک کشور میشه، یک حکومت دینی مذهبی؟ به هیچ عنوان جناب چالنگ عزیز، برای من فکر میکنم که من و شما با توجه به شاید برای اساس موقعیت شغلی یا مسئولیتی که برای بحث داریم، از کم و کیف زندگی همه هموطنان خودمون، نه کسانی که در چند شهر بزرگ کشور مانند تهران و تبریز و اصفهان و شیراز زندگی میکنن، بلکه اون اکثریت که در روستاها، در حاشیه شهرها، در جنوب شهرهای مختلف زندگی میکنن، شاهد این هستیم که با چه مشقت و سختی زندگی خودشون رو میگذرونن. تمام این مشقت و سختی بر اساس قوانین و مقرراتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی در اونجا تدوین شده و یا در قوانین قضایی و سایر قوانین مقرراتی که در عرصه‌های مختلف در کشور هست. همه اینها، همه این قوانین به اصطلاح متأثر از دستورات الهی است، متأثر از قوانین الهی و شرعی است و اون است که زندگی من و شما رو فرمش و شرایطش رو تعیین میکنه. اگر من و شما میبینید، اگر من و شما واقعا فکر میکنیم امروز بر اساس این قوانین مردم یا اکثریت مردم کشور ما، نه اونا که حاشیه نشین هستن، بلکه اونهایی که به عنوان کارمندان و کارگران اون مملکت زحمت میکشن و حقوق بگیر هستن، اغلب اینا بر اساس همین آمارهایی که خودشون منتشر میکنن زیر خط فقر زندگی میکنن. بنابراین این قوانینی که بر اساس دستورات الهی و شرعی تدوین شده و به اجرا در اومده در 35 سال گذشته، نشون داده که زندگی مادی و در نتیجه زندگی معنوی همه هموطنان ما رو به خطر انداخته، از بین برده و نتیجهش اون چیزیست که ما امروز در ایران شاهدش هستیم، چه در عرصه زندگی مادی مردم، چه در عرصه مسائل اخلاقی، تربیتی و اجتماعی. بنابراین از نظر بنده، خیر، قوانین شرعی، قوانین مذهبی به هیچ عنوان قادر نیست سعادت و خوشبختی و رفاه برای مردمان یک کشور به وجود بیاد. خب اگر همین وضع ادامه پیدا کنه، یعنی ولایت فقیه به همین شکلی که هست و برادران لاریجانی و بقیه برادران و خواهران حکومت، از جمله معصومه ابتکار که در ماجرای گروگانگیری میلیاردها دلار ایشون از کسانی بود به ایران و ایرانی ها لطمه زدن، ادامه چنین مسیری چه حقوقی برای مردم ایران باقی خواهد گذاشت؟ چون مدعی هستن همین لاریجانی که صحبت کردین، آقای محمد جواد لاریجانی، ایشون مدعی بود که ایران از نظر حقوق بشر بهترین کشوره در حال حاضر. خب بله، از لحاظ حقوق بشر برای طرفدار اینا بهترین کشوره. اینا هر کاری در ایران میتونن بکنن، خودشون و طرفدارانشون به راحتی میتونن به حقوق هر غیر خودی تجاوز بکنن. ولی حقوق بشر حتی اینو نمیگه، نمیگه حق دارید به حقوق دیگرون تجاوز کنید. ولی آقای چالنگ، اونا حقوق بشر اسلامی دارن، حقوق بشر جهانی رو قبول ندارن. بنابراین تا زمانی که عرض کردم چرخش روابط و مناسبات اجتماعی در کشور ما بر اساس قوانین شرعی و الهی به اصطلاح تعیین میشه، هیچ انتظاری ما نباید داشته باشیم در جهت بهبود وضعیت مردم. اصلاحش نمیشه کرد آقای اعتمادی. خیلی از این حضرات معتقد هستن بسیاری از جدا شدگان که چه از کنم، میشه اصلاح کرد این حکومت، این نظام رو چی شو جناب... میشه اصلاح کرد؟ ببینید، من برمیگردم باز به مسئله قانون اساسی که در کشور ما هست.
این قانون اساسی در تمام عرصه ها قوانین خودش رو داره، چه در عرصه مسائل اقتصادی، چه در عرصه مسائل فرهنگی، همه چیز در اون هست. حتی حقوق هنرمندان هم در اونجا تدوین شده، در اونجا به اصطلاح نوشته شده. بنابراین تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر به اصطلاح مستقر وجود داره و به اجرا در میاد، هیچ آینده‌ای برای هیچ طبقه و قشری جز وابستگان به این حکومت در ایران ما وجود نداره. اصلاحات ممکنه در عرصه های تجدید نظر بکنن اینا، اگر بتونن بکنن، مانند کشورهای مثلا در چین یه رفورم های اصلاحاتی در رابطه با سیستم اقتصادی کشور چین انجام گرفت، یه مقدار شد از راز اقتصادی و از اونا تغییر کرد. اما در عرصه مسائل سیاسی و در عرصه مسائل اجتماعی و حقوق بسیاری از شهروندان چینی هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین تا زمانی که این سیستم و این نظام و این قانون اساسی ملغا نشه، هیچ اتفاق میمونی در ایران به وجود نخواهد آمد. سپاسگزاریم آقای اعتمادی عزیز. فکر کنم در استکهلم هم مراسم چهارشنبه سوری هست دیگه، نیست؟ بله، من شنیدم در جاهای مختلف ایرانیان دور هم جمع میشن چهارشنبه سوری برگزار میکنن. حالا امیدوارم شما وضعیت داشته باشین، یعنی برف اجازه بده بتونین شرکت کنین اگه مایل. نه متاسفانه نه، یا خوشبختانه بعد از اینکه من در خدمتتون با دوستان همکاران شما در تلویزیون ایران تقدم قرار گفتگو دارم، بنابراین فکر نمی کنم بتونم برسم. بسیار برای بینندگان عزیز ما سپاس گذارم آقای اعتمادی گرامی، با سپاس. اجازه بدین آقای چالنگی پیشاپیش نوروز رو به شما و همکارانتون و به همه هموطنان عزیزمون تبریک عرض کنم. همینطور به شما، خانواده گرامی و همه بینندگان عزیز و به ویژه به جوانان عزیز ایران زمین و رهای عزیز، فرزند عزیز و دلبند شما و هنرمند بزرگ ایرانی، ارزشمند ایران. ممنونم. با سپاس بسیار. خب ما به پایان این برنامه نزدیک میشیم، فردا شب در ساعتی خدمت شما هستیم که شعله های آتش چهارشنبه سوری، شعله هایی که هرگز خاموش نخواهد شد، برافروخته شده در تهران و سراسر ایران خواهد فردا 9:30 شب تهران در تفسیر خبر با آقای اردوان روزوه و آقای ناصر محمدی. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری، الوند، کوکوساران، دنا، دراک و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. آتش چهارشنبه سوری همواره شعله‌ور.